ریموند تنتر استاد ممتاز دانشگاه میشیگان و همینطور رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی مهمان برنامه ما هست. خیلی ممنون آقایان که در برنامه امشب ما هستین. آقای تنتر، ابتدا از شما شروع میکنم. این که در گزارش همکارم فرهاد اومده بود که هدف از برگزاری این تجمع مسئول دانستن آن دست از مقام های ایران هست که نقش داشتن در اعدام های 67، حالا سوال من از شما اینه که با توجه به تاریخچه ای که از در واقع از مبارزات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق هم در ایران و هم در جریان جنگ ایران و عراق داریم، فکر میکنین این سازمان چقدر شانس بازگشت به ایران رو داشته باشه؟ شورای ملی مقاومت سازمان مجاهدین خلق و بزرگترین واحدش ظرفیت بالقوه اینو دارن که یه ائتلافی ایجاد بکنن، به خاطر اینکه خود در واقع شورای مقاومت یک مجموعی هست از گروه های مقاومت و یک تاریخی داره از رنج و درد که قبل از این جنبش سبز هست و رهبران جنبش سبز کروبی به عنوان نمونه و موسوی الان تحت بازداشت خانگی هستند، قبول کرده اند در واقع اون هسته اصلی مرکزی قانون اساسی ایران رو و ولی این رژیم روحانی ایران رو در واقع کاملا تکذیب نکردن، رد نکردن و از نظر اهمیت این گروه از دیدگاه رژیم ما یک تحقیقی مطالعه انجام دادیم در دانشگاه جورج واشنگتن به زبان فارسی و به محض اینکه راجب شورای مقاومت صحبت کردیم و راجب اینکه چقدر رژیم بدش میاد به نظر میاد 4 بار بیشتر به عنوان گروهی که مورد علاقه نیست در واقع 4 برابر گروه های دیگر مقاومت جمعاً. و بعد یه تحقیقات دیگری کردیم، نگاه کردیم به دفعاتی که رژیم سعی کرده بود یک نمایشگاه هایی در این سو آن سوی ایران را بندازه و رژیم کاملا بی محراس به خودش میده از شورای مقاومت، به خاطر که حدود 20 تا نمایشگاه در این سو آن سوی کشور را انداخت که دست نزنید به شورای مقاومت. من فکر میکنم که بر میگردن و یک رهبری ائتلافی رو به عهده میگیرن با توجه به این شواهدی که من اشاره کردم. آقای نفیسی، این سوال را از شما میخوام بپرسم. آقای تنتر به این نکته اشاره کردن که حکومت ایران از شورای ملی مقاومت هراس داره. اخیراً هم در یکی از همایش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق برگزار کرد در پاریس، وزیر اطلاعات سابق عربستان سعودی حضور داشت. فکر می‌کنید که در شرایطی که خب به هر حال تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی بالا گرفته، فکر می‌کنید که این نزدیکی سازمان مجاهدین خلق به رقیب ایران در خاورمیانه چه تبعاتی می‌تونه داشته باشه؟ اول برای این گروه و حالا احیاناً در مناسبات منطقه. مقدمتا اجازه بدید عرض کنم که تظاهرات برای اعدام‌های جمعی که در سال 1987 اتفاق افتاد در ایران یک تظاهرات مشروع و به جای است و این ننگی است که هیچ وقت جمهوری اسلامی از اون خلاص نخواهد شد. اینو مقدمتا عرض کنم. ولی در مورد دومی که جمهوری اسلامی حراس داشته باشه از این گروه، این هم بعید نیست، به خاطر اینکه این گروه دارای حمایت‌های بین‌المللی است، به خصوص از طرف رقیب ایران عربستان سعودی. ولی این دلیلی بر مشروعیت این گروه نمیشه. و اگر که سوال آقای تنتر از من کرده بودید که احتمال بازگشت اینها به ایران چقدره و چقدر اینها لحاظ ملی دارای محبوبیت هستند، بنده شاید نظرم با آقای پروفسور متفاوت بود، به لحاظ اینکه اعمالی که آقای رجوی به خانمش از زمان خروج از ایران تا به حال و حتی در داخل ایران
انجام دادن هیچ کدوم اعمالی نبوده که مورد نظر مردم ایران باشه، به خصوص پناه بردن به دشمن ایران که یک دیکتاتوری بود، اگر بدتر نه ولی مثل دیکتاتورهای ایران، و ضمناً در زمانی که به جنگ با ایران پرداخته بود و قسمتی از خاک ایران رو میخواست و اون روح ناسیونالیسم که در ایران وجود داره و اون ملیتگرایی که از هیچ وقت همچی جریان رو نخواهد بخشید، همجور که اعدام‌های جمعی جمهوری اسلامی رو هم نخواهد بخشید. ولی به هر صورت اون موضوعی که مهمه این است که آیا آتیه‌ای این گروه داره؟ اولا اینکه این گروه سیاسی نیست، یک گروهی است که تبدیل شده به یک کالت مذهبی و پرستش آقای رجوی و خانمش، با وجود اینکه آقای رجوی دیگه احتمالاً وجود نداره ولی پرستش همینجور ادامه داره، و گذشته از اون اعمالی که میکنه نشون میده که اون ترانزیشن، اون عبوری که لازمه این گروه داشته باشه از یک جریان چرک شهری به یک جریان سیاسی هنوز انجام نشده، که نمونه بسیار خوب اون وقتی است که در سال 2003 خانم رجوی رو دستگیر کرده بودند با 1,300,000 دلار پول نقد و سازمان 10 نفر رو ردیف کرد اینا خودشون رو بسوزونن، که 2 نفر در سر خودسوزی مردن. اینها اعمال کالتی، یک کالت مذهبی است، نه یک جریان سیاسی که میخواد آینده سیاسی در ایران داشته باشه.